نفس‌های خوزستان به شما رو افتاده، ریزگردها دیگه نمیذارن مردم اهواز نفس بکشن، برق ندارن، آب ندارن. به نظر شما چرا دولت از کارشناسان و مردم برای حل بحران ریزگردها استفاده نمی‌کنه؟ خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندو سر یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد بحرانی که این روزها خوزستان باهاش دست به گریبانه. بحران ریزگردها، هوایی که وجود نداره، باعث شده این گرد و خاک‌ها که برق قطع بشه، آب آلوده بشه، زندگی مختل شده. در واقع به تعبیری میشه گفت که زندگی در خوزستان سلب شده و این محصول یک سال، دو سال و چند سال نیست. بی توجهی به محیط زیست، همه کارشناسا میدونن که عوارض بسیار فاجعه باری میتونه در پی داشته باشه که خوزستان الان در آستانه اونه. مواردی از این دست ممکنه در شهرهای دیگه ایران هم ظاهر شه، اما دولت، حاکمیت، مجموعی از آنچه که حاکمیت نامیده میشه برای مقابله با این بحران چی کار کرده؟ از مردم کمک خواسته؟ از کارشناسا کمک خواسته؟ واقعا راه حل بحران چیه؟ در ساعت پیش رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر، همه راه‌های ارتباطی که اعلام میشه و خودتونم اطلاع دارید میتونید بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین. اگر اهل خوزستان هستین بیاین و از تجربه‌های شخصیتون در زندگی در چنین هوایی به ما در میون بذارین. اما اجازه بدین گزارش رو که همکارم افشار سیگارچی آماده کرده با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما. رهبر ایران با اشاره به بحران ریزگردها در خوزستان از اینکه برخی مسئولان به جای حل مشکل ریزگردها مسئولیت آن را متوجه گذشتگان می‌کنند انتقاد کرد. خب این مشکل مردم تو این هوای سرد، نه برق داشته باشن، نه آب داشته باشن، نه وسایل ارتباط داشته باشن، خیلی سخته اینها. علی خامنه ای تاکید کرد این حرف که وضعیت فعلی نتیجه به فکر نبودن گذشتگان از کافی نیست، خواستار چاره اندیشی در این ارتباط شد. وزیر کشاورزی چند روز قبل از این به من گزارشی از این مسئله و زیانهایی که داره میدادن، واقعا مسئله بسیار مهمی است و جا داره که به صورت کلان همه مسئولین کشور، همه بخش‌های مختلف دولت هماهنگی کنن، همکاری کنن برای اینکه این آسیب رو جلوش رو بگیرن. در طی دو هفته اخیر گرد و غبار شدید و هجوم ریزگردها باعث مختل شدن زندگی در بسیاری از شهرهای استان خوزستان شده و قطعی آب و برق متوالی در شهرهای این استان باعث بروز مشکلات بسیاری شده است. خاموشی در سطح بسیار گسترده گریبانگیر مردم شد. در پی این حوادث شهروندان خوزستانی برای چند روز مقابل استانداری تجمع کرده و خواستار اقدام مسئولان دولتی شدند. ماها دیر یا زود به این درد مبتلا شدیم. دیروز مادرم، امروز من، فردا نسل آینده. تموم شد. آقا مسئولین تا کی میخوان جواب ما رو بدن؟ 10 سال ما این مشکل داریم. بحران ریزگردها در خوزستان در روزهای گذشته در صفحات مجازی نیز واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. علاوه بر کاربران عادی، برخی افراد مشهور نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. از کامنت اینستاگرامی علی کریمی در زیر پست حسن روحانی تا لیلا حاتمی که با انتشار بخشی از ویدئوی فیلم ارتفاع پس با هشتگ خوزستان اهواز به شرایط موجود اعتراض کرد.
تو که خوزستانی نیستی، جنگ که تموم شد برگشتی سر خونه زندگیت، ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود. نه کار بود، نه آب بود، نه برق بود. با خدا ما چیز زیادی نخواستیم، گفتیم بریم توی جزیره که سرمون طولا که خودمون باشه، کار باشه. معاون اول رئیس جمهوری پیشتر در روز 3 بهمن در یک نشست اضطراری با نمایندگان استان خوزستان در مجلس و برخی از مقامات دولتی دستور بسیج توان دولت برای رسیدگی به مشکلات استان خوزستان را داد. با این حال مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که بخشی از مشکل ریزگردها ناشی از سدسازی‌های گذشته و خشکاندن تالاب‌های خوزستان است که نتیجه آن در این روزها شهروندان خوزستانی را آزار می‌دهد. افشار سیگارچی، صدای آمریکا. همونطور که همکارم در گزارش هم گفت، از پرمخاطب‌های فضای مجازی بود این مسئله. بسیاری از کاربران نسبت به اون واکنش نشون دادن. در توییتر هم کاربران با استفاده از هشتگ‌های مختلف نسبت به ریزگرد نظر گذاشتن. یکی از این هشتگ‌ها دلواپس خوزستانیم بود، یکی خوزستان تنهاست، خوزستان و همینطور خوزستان خاموش. منتظر نظرات شما هم هستیم. اگر در اهواز زندگی میکنین یا هر شهری که با این معضل در رابطه هستین، بیاین روی خط نظرات خودتون رو با ما مطرح کنین. پیامگیر یکی از راه‌های ارتباطی 202-382-7205 از همین الان میتونین تماس بگیرین. مسعود کامران از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. کامران از تهران، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر جناب سفیر. سلام بر شما. ببینید، وقوع حوادث و سوانح طبیعی، حالا چه سیل چه زلزله و هر اتفاق دیگه، در هر کشوری یه امر محتملیه، به خصوص در کشور مثل ایران که به دلیل اقلیم خاص جغرافیایی یکی از حادثه خیزترین کشورهای دنیاست. اما سوال جدی که مردم دارن اینه که چرا با وقوع هر بحران طبیعی در کشور اساساً رئیس جمهور محترم و یا مسئولین و مربوطه یا نیستن و غایبند، یا اینکه اصلاً بعد از چند روز بعد از اون حادثه میان اقدامی انجام میدن. ببینید، این اتفاقی که تو خوزستان افتاد مشکل مردم خوزستان دو برابر کرد. چرا؟ چون یکیش همون اتفاق و بحرانی بود که به مردم خوزستان وارد شد، دومیش هم عدم حضور مسئولین، حتی اگر نمیتونن کاری بکنن تو قضیه خوزستان. سوال مردم اینه که شدت بحران باید تا چه حدی باشه که رئیس جمهور افتخار بدن در منطقه بحران زده حاضر شن؟ حتی تو سیستان، تو کرمان، ببینید تو جلسه بحث اتفاق خوزستان، جلسه بررسی وضعیت بحران برای خوزستان با حضور استاندار امام جمعه تو تهران برگزار شد. یعنی حتی مسئولین حاضر نشدن کنار مردم توی خود استان خوزستان برگزار بشه. ببینید، معمولا این قبیل اقدامات قطعا شما میفرمایید نشون دهنده این هستش که مسئولین باید به فکر باشن. اما مشکلی نکته بسیار مهمتر اینه که مثلا فرض کنید که مسئولین بلندشن برن اهواز، وقت چیکار میتونن بکنن وقتی که حادثه رخ داده؟ یعنی بعدش هم برخلاف نظر شما مسائل زیست محیطی مثل زلزله نیست که قابل پیش بینی نباشه. شما وقتی که مسیر آب رو تغییر میدین، وقتی حق آب زمین رو میگیرین، وقتی تالاب ها میدونین که اگر که حق آب رودخونه ها رو بگیرین و سدهای غیر مطالعه شده بسازین، اون وقت چه اتفاقی میفته، این قابل پیش بینی بوده دیگه. همونجوری که حتی رهبر ایران هم میگه که به دولت فعلی ارتباط نداره، بلکه دولت های قبلی هم باید پاسخگو باشن در این مورد. بله آقای سفیر، حرف من اینه که علاوه بر اینکه اقدامایی که دولت میتونه بکنه، اگر هم نمیتونه بکنه، حتی وقت شما هم اشاره کردید تو صحبت رهبری اشاره کردم، میگم مردم هر جایی که بی‌اعتنایی میکنن به مشکلات، تبعیض و کمکاری باعث میشه که مردم احساس رنج میکنن، یعنی مشکلاتشون مضاعف میشه. اگر یک مشکل سیل دارن، مشکل کم آبی دارن، مشکل برق دارن، اون کنار این تبعیض، این کمکاری، این بیعتانهی هم رنجشون رو دو برابر میکنه. یعنی ممنونم که اومدین روی خط. کامران، بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، در مورد بحران ریزگردها، بحرانی که ریزگردها در خوزستان به وجود آورده، همراه ما باشید.
سیاست بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. نظرات رو با توییتر آغاز می‌کنیم. هوشمند از کاربران توییتری چند عکس رو به اشتراک گذاشته و نوشته چه خوزستان غمگینی دارد این روزها ایرانمان. حامد میگه با هزینه در زیرساخت‌های محیط زیستی کشور میشه به راحتی از بروز خیلی از مشکلات این چنینی جلوگیری کرد، اما به قول آقای طایب سوری از خوزستان واجب‌تره، وگرنه میشه با بخشی از هزینه‌های هنگفتی که برای جنگ در کشورهای دیگه قرار میگیره به راحتی به این مشکلات فائق اومد. محمد از کاربران اینستاگرامی میگه کشوری که رجال سیاسیش برای اداره کشور و به دلیل تهجر اداره کشور رو به قضا و قدر سپردن عاقبتی بهتر از این نخواهد داشت. کاوه از کاربرانی بوده که معتقد بسیاری از کشورها با بکارگیری روش‌های علمی تلاش میکنن تا جلوی بحران‌های ملی رو بگیرن که قطعاً نیازمند برنامه‌ریزی‌های طولانیه. مسئله‌ای که نبودش میگه در سیستم مدیریتی در ایران همیشه بحرانساز بوده. کیهان کلهر طرحی رو به اشتراک گذاشته در توییتر از علی حدادی اصل اهواز بی هوا. طرحی که می‌بینین. منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. پیامگیر رو فراموش نکنین. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. مسعود. علی رضا از اندیمشک با اسکایپ روی خطین. بفرمایید. الو بفرمایید. الو صدای من هست؟ بله بفرمایید. الو صدای من هست؟ بله صدای شما پخش میشه، بفرمایید. صدای من پخش میشه. اوکی. با درود خدمت شما و همکارانتون. خب من از اونجایی که من خودم اهواز بزرگ شده اهواز هستم و تقریبا 14-15 سال از زندگیمو در اهواز گذروندم، معضل ریزگردها اینها چیزی نیستش که مسئله جدیدی باشه و این مسئله برای سالهای سال بوده. حالا طبیعتاً این برمیگرده به بیتوجهی مسئولین که متاسفانه همیشه منجر به خسارات چه جانی و دیگر گونه از خسارات به جامعه ما میشه، این سر ننگال های مسئولین. و من تا اینقدر میتونم بگم که این هم گونه ای از کمکاری های مسئولین هستش. من داشتم میخوندم مسئله رو که خانوم ابتکار صحبت داشتن یا اینکه از برنامه‌های آیندهشون بود هست. ایشون تمام این مشکلات رو در دید واقعی قرار ندادن و میخوان یک برنامه که واقعا ما نمیدونیم که چندین سال بتونه طول بکشه. ببخشید علی رضا، شما الان بفرمایید اندیمش وضعیتی داره و چه انتظاری از مسئولین دارین؟ شما به عنوان شهروندی که از خوزستان زنگ میزنید درگیر این ماجرا هستید، البته اندیمش تا اهواز خیلی فاصله داره ولی ظاهرا مرکز ثقل ماجرا الان اهواز هست. شما بفرمایید در اندیمش چه خبر؟ اندیمش هم به وضعیت به بدی اهواز هست؟ الو بفرمایید. عذر میخوام، من از اندیمش نیستم، من از برمینگام هستم، کشور بریتانیا. عذرخواهی میکنم، فکر میکنم که یک اشتباهی رخ داده. بله مازیار، شما مازیار باید باشین. بله. سپاسگزارم از اینکه سپاسگزارم از اینکه زنگ زدین. کامران از خوزستان روی خطین، بفرمایید. سلام. سلام بر شما. خسته نباشید سفیریت. ممنونم. جالب است، منم همین فکر رو میکردم، گفتم هم با اسکایپ تماس گرفته بودن هم دوست از اون، همین که اطلاعاتی نداشتن در مورد شهرستان. اون چیزی که من میبینم، خب میتونم بپرسم شما از کجای خوزستان زنگ میزنید؟ امکان پذیر هست بگین؟ دیمش هستم، فکر کنم قرار بود منو اشتباه شاید گفته بودن جایشون. نه حالا اون اشتباه پیش میاد، مشکلی رو حل نمیکنه. شما از زمانتون استفاده کنید به ما بفرمایید که واقعا مشاهدات شخصیتون چیه.
خب ببینید، این آب و هوایی که چندین برابر حد مجاز چندین سال هست که گریبانگیر ما از این گرد و غباری که واقعا چندین برابر از ظرفیت استاندارد یک کشور برای زندگی این روزا شاهدش بودیم، توش بعضی شهرها مقدار کمتر بوده، بعضی شهرها بیشتر. اما خب مشکل اصلی این هست که الان اثرش رو دیگه گذاشته. غیر از این که شما نگاه میکنید روی تیربرق ها که باعث شده این خاک باعث شده که قطعی برق برای ما ایجاد کنه و در پی اون قطعی آب، به نظرم در سلامتی مردم این رو باید وزارت بهداشتی ها بیان آمار بدن. یعنی من تو خانواده‌ام بیماری های حساسیتی و بیماری های ریوی و شاید سرطان ها انواع اقسام بیماری ها اینها آمارش داره بالا میره و هیچ کس این رو نمیاد به مردم آمار بده. من نمیتونم از خانواده خودم فقط مثال بزنم، این وظیفه وزارت بهداشت است. من اون چیزی رو که از اعتراضات مردم تو این روزها دیدم این هست که مردم واقعا رأیشون به این دولت کاهش پیدا کرده. آماری که ما داشتیم 34% مردم در ابتدای دوره آقای روحانی بهشون رأی دادن، اما الان وقتی که در استانداری جمع میشن ازشون میخوان که فقط بیا ما ببینیمت باهات صحبت کنیم، ایشون بعد چند روز تازه راه میفته میاد تو شهر ما اندیمش، بلند میشه اینجا راهپیمایی میاد برای پیاده روی ورزشکاران صبحگاهی هستن که دو روز پیش ایشون شرکت کرده بودن، یادش رفته که تو اهواز چه خبره، توی بقیه استان چه خبره، ستاد بحران برای چی تشکیل شده. ایشون به فکر تازه پیاده روی و اولویت اولش ورزش همگانی هست که در صبح در یه شهرستان انجام شده. این دولت به نظرم وقتی آمارها رو به مردم نمیگه، مثلا همون چیزی که مال وزارت بهداشت خدمتتون عرض کردم، آمارهای قطعی برق رو در استان به طور کلی هیچ جا ندیدیم اعلام کنن، فقط مردم زنگ میزنن مثلا به شما مثلا میگن که برق قطعه. اینا با پنهانکاری دم انتخابات فکر میکنن که میتونن یک برای خودشون یه کاری انجام بدن که به قول دیگه از این منجلاب در بیاد، اما واقعیتش این است که مردم دارن میبینن و ازشون پاسخ میخوان. حتی اگه این دوره تموم بشه، ایشون که میبینن تو استان خوزستان چجوری مردم بهشون برای دوره بعد یا باید اصلا شرکت نکنن یا اگه شرکت کردن نتیجهش رو ببینن، به نظرم هیچگاه مردم از این حقی که در این روزها از این دولت انتظار داشت نخواهد گذشت. حتی اگه بعد ممنونم کامران از اینکه اومدین روی خط و نظر دادین. امیدوارم که در فرصت باقی مانده از خوزستان تلفن های بیشتری داشته باشیم، به ویژه از این منظر که واقعا چه اتفاقاتی افتاده، در واقع مسئولین محلی چه اقداماتی انجام دادن و چجوری میشه زندگی کرد اصلا توی همچین هوایی. روزیتا، یکی از نظراتی که براتون آماده کردم و اشاره هم میشه کرد به صحبتهایی که کامران درباره مسئله سلامت بهش اشاره کرد، تأثیراتی که این ریزگردها دارن بر روی سلامت. در اینستاگرام احمد رضا میگه غباری که با قطر میکرونی بسیار پایین تا عمق ریه‌ها فرو رفته و سریعا جذب بدن میشه، اثرات ثابت شده مخرب و ویرانگری بر مغز و اعصاب و حساسیت زایی آسم و خون و ایجاد سرطان داره که متاسفانه فقط آسم با علائم زیادی همراه میشه که فرد رو مجبور به ترک محل آلوده میکنه و در سایر موارد علائم خفیفتره و افراد کماکان در مجاورت این بیماری این غبار هستن و بیماری هم ادامه خواهد داشت. شعبان یکی از کاربران توییتری که از هشتگ دلواپس خوزستانیم استفاده کرده توییت کرده، میگه عموماً میگفتن از دلایل قصه خوردنتون برای پلاسکو خاطره داشتن از اونجاست، یعنی یه خاطره از خوزستان ندارید که ازش بگید. هادی از کاربرانیه که معتقد در زمان صدام ماچ‌پاشی میشد، الان و همینطور در قیرپاشی هم بهش اشاره کرده، میگه الان متاسفانه این اتفاق نمیفته و اینها حتما باید تدابیر امنیتی رو در این مناطق اتخاذ بکنن و به خصوص از لحاظ دیپلماتیک حتما با کشورهای مجاور در ارتباط باشن، همکاری بکنن تا این اتفاق رو قطعا نمیتونن یک شبه حلش بکنن ولی میتونن با برنامه‌ریزی دقیق و طولانی این مسئله رو تا اونجایی که میشه کاهش بدن. مسئول. آقای طاهری از خوزستان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری، خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید آقای طاهری. والله آقای سفیری، به اندازه کافی از شرایط بد آب و هوایی و این ریزگردها و مشکلاتی که مردم خوزستان در این چند روز گذشته داشتن هم به اندازه کافی شنیدید و هم به اندازه کافی خوندید و دیدید. من واقعا میخواستم
درخواست کنم از شما که این تماس ها و این صحبت ها پخش بشود در فضای مجازی و در جاهای دیگر، که ما واقعا دیگر به عاجزانه می خواهیم از دولت هر جوره که می توانن مشکلات ما رو حل کنن. این که دولت خواسته باشد چشم خودش رو ببندد برای خوزستان نمی شود. یکی از همشهریامونم الان آمد گفت چند ماه دیگر انتخاباته آقای روحانی، بالاخره شما باید رأی جمع کنی. این مردم خوزستان بودن که شما را رئیس جمهور کردن، رأی مردم بود. این که خواسته باشن حتی یک سفر هم به خوزستان نیان، من تعجب میکنم از دولت. واقعا اینها نمیخوان کاری بکنن برای خوزستان و مردم خوزستان، مردم غیور خوزستان، مردمی که 8 سال جنگ و تحمل کردن، پدرشون در اومد بیچاره شدن، ولی الان به خاطر یک مشکل گرد و غبار واقعا هر روز بیمارستان ها پر، درمونگاه ها پر، مشکلات فراوان. پیر و جوان هم نمیشناسه این گرد و غبار، باور کنید جوان ورزشکار و رعنا هم میزنه زمین. من واقعا تقاضا دارم از هیئت دولت، از رئیس جمهور، که 2 روز بیان تو این خوزستان حداقل زندگی کنن. من نمیگم بیان رسیدگی کنن، بیان 2 روز زندگی کنن در این شرایط، ببینم میتونن زندگی کنن یا نه. واقعا تعجبیه که این دولت هیچ کاری را نمیکنه. آقای سفیری، 4 ساله که این ترانس های برق شسته نشده بوده، تمیز نشده بوده. خب این دولت یعنی این کار را نمیتونست بکنه که حالا الان 7-10 روزه گروه های آمدن دارن این کار رو میکنن که کار از کار گذشته. خیلی از ترانس ها عمرشون رو تموم شده و خراب شدن، دیگه هیچ فایده ای نداره. چرا نمیذارید کار در وقتش رو به موقع انجام شه؟ آقای سفیری، چرا این دولت به وقت و به موقع کار رو انجام نمیده؟ چرا میذاره وقتی کار خراب شد بعد اون موقع میاد هی مصاحبه میکنه و آخرش هم هیچی رو درست نمیکنه؟ واقعا این دولت، من نمیدانم خوزستان رو از ایران میدونید یا نه، میدونید این استان یکی از استانهای کشور ماست، کشور ایرانه یا نه؟ اگر واقعا خوزستان مال ایرانه، بیاد آقای روحانی بیاید 2 روز تو این شهر زندگی کنید، ببینید میتونید تو این هوا نفس بکشید یا نه. ممنونم آقای طاهری از اینکه اومدین روی خط. عذرخواهی میکنم به دلیل ضیق وقت. علی از اصفهان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. علی از اصفهان با اسکایپ. بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. عرض حضورتون جناب سفیری، علی هستم از اصفهان. بفرمایید. مشکل ریزگردها جناب سفیری 3 تا بخش داره. یکی بخش ایرانه و عربستان و عراق، که اینا بیابونایی داره که شنایی که به توسط باد بلند میشه و میاد تو هوای ایران، و این مشکل خیلی راحت قابل حله. اینکه دولت میبایستی مالچ پاشی کنه. مالچ هم همینطور که الان خانم گفتن، مالچ هم قیری چیز مشتقات نفتی داره و هم مالچ های گیاهی است که به صورت خورده های خیلی ریز چوبه، که اینا رو با موادی مخلوط کنن که قشنگ یه پوشش پلاستری میده که باعث شه وقتی که باد میاد شنا بلند نشن. یک روش دیگه اینه که بوته کاری کنن، درخچه‌هایی بکارن که نیاز آبیش خیلی کمه و جلوی روان شدن شنا، بلند شدن شنا رو هم میگیره. ولی مشکلی که هست جناب سفیری اینه که اراده لازم برای این کار نیست، به دلیل اینکه بخش خیلی بزرگی از این زمینا اراضی مردمه. علاوه بر اینکه اراضی ملی و منابع طبیعی و اینا هست، بخش خیلی بزرگیش زمینای مردمه که مردم خودشون باید اراده کنن و دولت یا زمینا رو که بایره و کشاورزی توش نمیشه از مردم بخره به قیمت خوبی که اینو بفروشن و بعد بیاد مالچ پاشی کنه، یا یعنی اینکه مردم رضایت بدن که دولت بیاد و مالچ پاشی کنه. برای مالچ پاشی و تمهیدات اینجوری هم یه بودجه خیلی بزرگه، چون خیلی وسیع سطح عملیات، بعد یه بودجه خیلی سنگینی. عوض اینکه بیان هزینه های متفرقه بکنن تو کشورهایی که نیازی الان نیست، مردم بیچاره خوزستان که دارن خاک تنفس میکنن.
بیان این پولو بذارن. ممنونم علی از اینکه اومدین روی خط. پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم. به پایان نیمه اول برنامه هم رسیدیم. تا آغاز نیمه دوم هم همراه ما باشید. آقای سفیر اگر بخوان از مردم استفاده کنن، کی میلیارد تا میلیارد ها بالا بکشه؟ اینه میان یه خیابون که درست کنن، منبا مثلا اگه 1 میلیارد خرجش بشه 5 میلیارد میدن صورت برای اینو. فکر مردم بدبخت نیستن، مردم اهواز همین بدبختی بودن که تو جنگ اونطوری اول جوال جنگ ما ملت شدیم مانند اون مرغه، هم تو عزا سرمون میبرن هم تو عروسی. مسئولان ما که اصلا وقت این کارا رو ندارن که برن ببینن وضعیت شهرستان ها نم خوزستان چیه، چه مردم چه مشکلاتی دارن. فعلا که آقای روحانی رفته عمان که نظام رو نجات بده، چون الان میبینه که نظامشون در خطره، داره میره لاویگری کنن و از این حرفا. وقت نداره که بره به مردم کشورش، اگه قرار بود به مردم برسه که به این روزا نمیافتادیم. بینندگان برنامه روی خط در ابتدا اعلام کرد که آماری ارائه نشده. ایسنا همین آمار رو زده بود، البته در همین حد که سلامت نیوز هم به همون اشاره کرده که روز گذشته 218 نفر در اهواز به بیمارستان رفتن و اشاره هم کرده به غلظت این غبارها که 66 برابر حد مجازه در هشتم این، حالا نسبت به 8 بهمن ماه این غلظت بالاتر رفته و 40% بیمارانی که سرپایی مراجعه کردن افزایش پیدا کردن. و مورد دیگه ای هم که عصر اهواز بهش اشاره کرده بود که درمان ها به صورت رایگان صورت میگیره، به نوعی دارن کمک میکنن به مردم اهواز. اما یکی از کاربرانمون به نام مرتضی از کاربران توییتر روی خط توییت کرده که منشأ گرد و غبار در داخل خاک ایرانه، وگرنه چرا در شهرهای عراق، عربستان و کویت این مشکل رو ندارن؟ که البته بحث بر سر اینه که چند درصد از این ریزگردها منشأ داخلی داره و چند درصد خارجی هنوز مورد مناقشه هستش. برخی معتقدن که 10%، ولی هفته گذشته اعلام کرده بودن که 30% تا 35% منشأ ریزگردها داخلی هست. کریمی یکی از کاربران میگه از اقداماتی که دولت میتونه انجام بده همکاری با کشورهای همسایه برای قیرپاشی و در داخل هم مالچپاشی و اختصاص درصدی از فروش نفت برای حل بحران خوزستان. در اینستاگرام بابک میگه بیکفایتی حکومت باعث شده خوزستان اینطور بشه. علیرضا در واکنش به یکی از توییتری ها که معتقد بوده دولت مسئول ریزگرد هاست نوشته میدونم مسئولش دولته، ولی به جای اینکه بگیم خوزستان و بوشهر نفس ندارن بپرسی چرا نفس ندارن. سراج با تصویری و با استفاده از هشتگ کارون نوشته کارون غرق در خاک. دلشاد در واکنش به توییت تصویری سراج توییت کرده آیا خوزستان شاهرگ حیاتی یعنی نفت ایران نیست؟ پس چرا باید زیر خاک
خاک مدفون بشه. حتی از کاربرانی بوده که معتقده که سد گتبند رو باید ببندن، آب سد رو باز بکنن تا آبهای شیرین بیش از این شور نشه، و اشاره کرده به استخراج نفت در هور که باید تعطیل بشه. از روش‌های دیپلماتیک هم نام برده که باید برای پایان دادن به این موزل از اون استفاده کنن. مسعود کریم از خوزستان با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم. سلام بر شما آقای سفیری. من یاد یک سفری از آقای روحانی افتادم به استانمون که دقیقا 3 سال پیش اتفاق افتاد، دیماه سال 92. ایشون در یک سالونی قرار بود تشریف بیارن، بنده اونجا بودم، تأخیر زیادی داشتن. دلیل تأخیر رو بعدن وقتی که ایشون رفتن از یک آشنایی که مسئول برگزاری آشناشون بود پرسیدیم، گفت که باید دمای سالن به دمای 27 درجه سانتیگراد میرسید که ایشون تشریف فرمایی 27 یا 28 درجه. یعنی همه تأخیر به این همه انسان دادن، که افرادی که بزرگوارم بودن خیلی هاشون اونجا، که آقا تو دمای خاصی وارد اونجا بشن که عرق اضافه نکنن. خب این فرد از چه انتظاری میره که بیاد در خوزستان در این روزهای خاص حضور داشته باشه، حداقل درد مردم رو بفهمه. من اگه یه جای جنگ باشه، درسته که میگید بالاخره تصمیم گیری ها میتونه تو تهران باشه و کارهایی از اونجا انجام بشه، اما درد و تا یه شب توی خاموشی نباشه، یه شب برق نره، مریض نداشته باشه اینجا، حداقل بیاد ببینه. من خونه مثلا این همسایه من بیاد که یک قطع نخایی هست تو خونشون، ببینه وقتی برق نیست و آب نیست، این قطع نخایی که روی تخت است چی داره میکشه. بله، من به نظرم از این آدم انتظار اینجوری نباید داشته باشیم. ما رئیس جمهورایی داشتیم که قبلش، حالا اصلا قابل تاییدم برای من نمیخوام بگم طرفدار آقای احمدی نژاد یا قبلی یا هر کس بودم، اما حداقل این بود که خودش تو صحنه چند جایی دیدیم رفت، افرادی آقای قالیباف تو شهرداری تهران دیدیم که رفت داخل این چیزا، حداقل مردم به چش دیدن اومده دیده که یه عده زیر آوارن، یه اتفاقی هست. ایشون اصلا به خودش این زحمت رو نمیده و اصلا مال این حرفا متاسفانه دیگه نیست. بچه‌هاشون رو فرستادن خارج از کشور، پسر برادرش رو دیگه عکساشو دیدید دیگه، پسر آقای حسین فریدون که در کشورهای دیگه ماشاءالله با دخترای خارجی داره برای خودش. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. برنامه روی خط همونجوری که بارها ما اعلام کردیم، برنامه بینندگان صدای آمریکاست، نظراتشون رو میگن. ما در مقام صحت صوم و تایید اظهارات و یا برخی از خبرهایی که اعلام میشه نیستیم. کامبیز از تهران روی خطین، بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. خدمتتون عرض کنم که من میدونم که مردم اهواز و خوزستان بسیار تو این مدت مشکلات زیادی براشون بوده، و خب باید قبول کنیم که کشور ما یک کشور بسیار بزرگیه و مشکلات بسیار زیادی داره. قبول دارم آقای روحانی کم کاری کردن و نیومدن و دلجویی نکردن از مردم، ولی 80% این مشکل مربوط به خاک ایران نیست، مربوط به عراق و عربستان هست که ارتباط ما هم با عربستان بسیار بده، و متاسفانه شبکه‌های خارجی سیاه‌نمایی بزرگی میکنن از این مسئله. ما مشکلات زیادی داریم، ولی این مشکلات هی دامن زده میشه بهش و سیاه‌نماییش خیلی بزرگ جلوه میکنه. من قبول دارم مشکلات هست، ولی باید با اتحاد. ببینید اجازه بدید من نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اجازه بدید گوش کنید. 2 هفته پیش شما میتونید برید تو برنامه افق، افق نو در صدای آمریکا ببینید. آقای ناصر کلمی اقلیم شناس که خودشون هم خوزستانی اصل هستن و همینطور کارشناس دیگری، یک بخشی از منشأ این ریزگردها همونجور که میفرمایید منشأ خارجی داره. در این هیچ شکی وجود نداره که باید همکاری منطقه‌ای بین ایران، عربستان، کویت و عراق انجام بشه، مالش‌پاشی بشه، خاک تثبیت بشه. اما اون چه که الان خوزستان رو تشدید کرده این هستش که خاک خوزستان خاک ناتوانی شده، چون حق آب زمین رو گرفتن، سدسازی های بیرویه و در واقع انباشت آب پشت این سدها بدون اینکه زهکشی شده باشه. اول زهکشی میکنن، یعنی اینکه سد به صورت همزمان میاد. شما اگر قدیمی باشین، نسل قدیم میدونن، حتی سال 1358 مقارن با سال انقلاب، اولین سالگرد انقلاب، در خوزستان ما سیل داشتیم. در دوره جنگ در خوزستان سیل وجود داشت، ولی این سیلاب ها این تصور رو ایجاد کرد که میتونن در واقع
چیکار کنن؟ سد بسازن، سدهای غیر استاندارد. بنابراین زمین الان ناتوانه، در واقع خاک پودر شده و تشدید شده. من تلفن های زیادی دارم و اسکایپ خیلی زیاد، بیشتر از یک دقیقه از این به بعد امیدوارم که به من کمک بکنید و صحبت نکنید که بتونه به همه وقت برسه. ممنونم، البته وقت روزیتا هم که سر جای خودش هست. روزیتا، مشتبه یکی از کاربرانمونه که در فیسبوک نوشته بعد از سقوط صدام ریزگردها بیشتر شده و این نشونه بی‌لیاقتی مدیران مدیریتی در خاورمیانه است. دولت‌های گذشته باید به جای هزینه بیفایده در ونزوئلا به درختکاری در نقاط بحران می‌پرداختند. در اینستاگرام صادقی میگه وقتی تالاب‌ها رو خشک می‌کنن و آب خوزستان رو انتقال میدن به شهرهای دیگه، عاقبتش میشه همین. بچه‌های من آسم گرفتن و انواع اسپری ها رو باید بگیریم تا و پیدا بکنیم، اون هم در بازار سیاه، اون هم با پارتی بازی. دیگه بماند هزینه هاش در این اوضاع بیکاری و رکود بازار. دولت هم که فقط شعار میده. یکی از کاربران توییتری تصویری رو از شرایط بحران آب در خوزستان به اشتراک گذاشته، توییت کرده وقتی میگیم آب اهواز قطع شده یعنی همینم نداریم. ویدیویی رو براتون انتخاب کردم درباره نظر مردم اهواز به خصوص در رابطه با حقوق شهروندی. این ویدیو رو با هم می‌بینیم. شهروندی میتونم حرف بزنم هر چی بگم؟ به هیچ وجه رعایت نمیشه. چیش رعایت میشه؟ ماهایی که تو خوزستان زندگی میکنیم حقوق شهروندی نداریم. نه آب سالم، نه هوای سالم. از این گرد و خاک و اینا خیلی خسته شدیم. رعایت میشد بالاخره برقای همه قطع نمی‌شدن، یه آب خوبی داشتیم، یه هوای تمیزی داشتیم. نه دقیقاً شدیم مثل انسان‌های اولیه، بخصوص مسنا و کودک‌ها خیلی اذیتن. خیلی‌ها مهاجرت کردن، رفتن از این استان. الان من که باهاتون حرف میزنم خودم آسیب دارم. امسال تابستون 3 بار CCU بودم. نمی‌دونم حالا ما رو نمی‌بینن یا ما رو ریز میبینن. حتما که نباید مثلا یه ساختمونی ریزش کنه که مردم مثلا برن، یا دولت مثلا بره بگه که آره اینجا رو باید کار کنی. منصور از اهواز روی خطین، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشید. ممنونم، بفرمایید. من قدیمی بهت بگم شما 300 سال اهوازه. بعد به هم از تمام مسئولینی که تو من تتسته من تواقع ندارم و نمیخوام برام کاری انجام بدم براما. تنها کاری که از رهبر من میخوام این وزارت نفت و وزارت نیرو رو بیارن اهواز. ما هیچی نمیخوام، بیاد منتقش کنن اهواز. اینو ما ازشون میخوایم، هیچی دیگه نمیخوایم. منتقش کنن اهواز. ممنونم. آران از کرج روی خطین، بفرمایید. درود بر شما و خانم ایران دوست. خواهش میکنم بفرمایید، خیلی سریع لطفا. بله، من خسته نباشید میگم به دولت مردان دزد و ناکارآمد. به نام جمهوری اسلامی ایران که تمام سطوح و بدنه این نظام دیده میشه که این بلبشوری و همیشه در نظام بوده و هست و خواهد بود. من البته در زمان جنگ جناب آقای سفیری در منطقه جنوب تمام وجب به وجب منطقه جنوب رو بلدم. اینا این همه نفت فروختن میگو چه تاجی به سر مردم زدن که میان تالابها رو خوش میکنن، بیان چاه نفت بزنن اونجا، بعد به خاطر اینکه برق بدن به عراق میان سدهایی رو میزنن که تمام اشتباه. و بعد از جنگ آران ممنونم، فرصت هم کمه، عذرخواهی میکنم از شما. محمد رضا از اهواز روی خطین، بفرمایید. سلام جان سفیری، شبتون بخیر. شب بخیر، بفرمایید. ببخشید من خیلی سریع عرض کنم. ببینید چند تا از هموطنان اومدن در مورد تسلی مردم اهواز توسط دولت صحبت کردن. من یه نکته‌ای دارم، اونم این که ببینید دولت و شخص رئیس جمهور اصلا
توجهی به مسائل خوزستان نمی کنند. دقت بفرمایید، بعد خوزستان که بماند به مسائل ملی تر هم توجهی نمی کنند. تو حادثه منا، تو حادثه قطار تبریز مشهد، تو گورخواب ها، تو خوش شدن دریاچه ارومیه، ریزگرد ها، 412 نفر شهروند تهرانی توی آبان ماه توی تهران مردن به خاطر آلودگی هوا و هیچ کس پاسخگو نبود. در عوض خانم ابتکار میرن توی اختتامیه جشنواره فجر کادو میدن به ملت. در عوض آقای استاندار خوزستان میره اندیمش پیاده روی که تو برنامه صبح و نشاط شبکه 3 حضور داشته باشه. ببینید اساسا کسی توی این دولت پاسخگو نیست به هیچی. یعنی هیچ کس حاضر نیست توی یک اتفاق بدی که افتاده که مربوط به خودش است. تو حادثه قطارها ما وزیر راه اصلا گم شدی، اصلا هیچ جا نبود، هیچ کس نتونست ایشونو پیدا کنه. بعد که پیدا کردن تازه اون توهین. تو همین حادثه ریزگردها، تو حادثه دریاچه ارومیه که خوش شده کو الان خانم ابتکار کجاست؟ اومده الان بعد این مدت زمنان. من حرفم اینه آقای سفیری عزیز، باید برای حل شدن مسئله مسئولین برن توی محل. ببینید زمان جنگ اگر قرار بود که مسئول فرماندهان جنگ توی شهرشون بمونن، مملکت نجات پیدا نمی‌کرد، مشکلات حل نمی‌شد. میتونستن باکری تو تبریز بشینه دستور بده. نه برادر من، من واقعا ناراحتم به عنوان یک کسی که توی اهواز با مرگ داره دست و پنجه نرم می‌کنه و آقای رئیس جمهور امروز حاضر نشد تو جلسه بحرانی که توی تهران تشکیل شده حاضر بشه. من نمی‌فهمم اصلا آقا، این مردم مال همین ایران است، به خدا شناسنامه ما ایرانیه. آقای رئیس جمهور، من میتونم از شما بپرسم چه موضوعی مهمتر از مسئله اهواز بود برای شما؟ چه موضوعی مهمتر بود؟ در مورد سیاست خارجی آقای الان اومده به شما میگه که ما باید بدونیم که دولت مقصر نیست، این ریزگردها از بیرون میاد. باشه آقا، ریزگردها از بیرون میاد، برو پای میز مذاکره برای سال. ممنونم محمد رضا، عذرخواهی میکنم، ما تقریبا چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. پیامی هم از طریق پیامگیر دریافت کردیم، همراه ما باشید. من متاسفم از این دولت که 37 سال هر کدوم از شهرها به عناوینی خورد میشن و از بین میرن و بی‌اعتمادی خودشون و بی‌اعتنایی خودشون رو نسبت به این شهرها میرسونن. بعدم که این ماشینایی که قیر میپاشیدن همه سوزونده، همه آتیش گرفته، همه از بین رفته، همه خورد شده. میخوام ببینم خانم ابتکار، نخلایی که از بین رفته، نخلستانهای ما که از بین رفته، اینا مال 50 سال پیش بوده. بله، پیامی هم بود که از طریق پیامگیر دریافت کرده بودیم. من پیشاپیش از همه کسانی که ممکنه که امروز نتونیم در خدمتشون باشیم در برنامه روی خط، عذرخواهی میکنم، بی ویژه از کسانی که با اسکایپ تماس گرفتن. اجازه بدین که همراه ما باشین، برمیگردیم سریع. سری جدید فرارو، دوشنبه تا پنج شنبه 12 ظهر به وقت واشنگتن، 8:30 شب به وقت ایران. صحبت از کمکاری دولت و همینطور رئیس سازمان محیط زیست خانم معصومه ابتکار بسیار بالاست. هر نظرات هم دیدین که بسیاری از کاربران و بینندگان هم به این مسئله اشاره کردن. به همین دلیل سری زدیم به صفحه اینستاگرامی خانم ابتکار، مطلبی رو منتشر کردن در همین رابطه و اشاره کردن به اقداماتی که صورت گرفته. میگن از اقدامات انجام شده آبگیری و احیای تالاب‌های استان مانند هورالعظیم و شادگان، کنترل سدسازی و طرح‌های انتقال آب از
طریق کمیته ماده دو ارزیابی شده، کاشت نهال و تثبیت خاک که باید توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام بشه. میگن سال گذشته 8000 هکتار در خوزستان انجام شد، الان 40000 هکتار جدید به اون اضافه شده. مردم خوزستان بعد از طوفان 8 بهمن بسیار ناراحت بودن و گفتن مطالبات بر حق اونها باید رسیدگی بشه، ولی مخالفان دولت با تحریک عواطف و بهره برداری میخوان این به تخریب دولت دست بزنن. اشاره کرده به این مسئله که حورالعظیم سال 92 خشک بود که با تلاش و جدیت دولت سدها باز شد، الان 70% آبگیری شده و بخشی از کانونهای گرد و خاک رو مهار کرده. مطلب خیلی طولانیه، بعد این سری بزنین به این مطلب و ببینین به مطالب دیگه هم اشاره کردن. اهورا از کاربران میگه اگر مردم خوزستان در جنگ ایران و عراق در کنار همدیگه حضور نداشتن چه عاقبتی در انتظارمون بود، اما حالا همون مردم کلی مشکلات دارن که کسی به دادشون نمیرسه. مطالب دیگه هم براتون داشتم که متاسفانه زمانمون خیلی کمه، اما ویدیویی رو براتون آماده کردم از یکی از مجریان تلویزیون که به صورت نمادین ماسک زده. با همین ویدیو رو میبینیم. الان ارتباطمون با آقای دکتر سلمانزاده، مدیر مرکز بهداشت استان خوزستان برقرار هست. آقای دکتر سلمانزاده سلام، شبتون بخیر باشه. سلام، بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز. خیلی متشکرم. آقای دکتر آماری دارید از اینکه امروز چه خبر بود، اتفاقاتی که در سطح بیمارستان ها و مراکز درمانی افتاد؟ شما اینو می‌خواستیم اطلاعات رو بگیریم از شما و اینکه چه خدماتی ارائه شد از سوی مرکز بهداشت و حالا دانشگاه علوم پزشکی در این شرایط آلودگی هوا؟ خب خدماتی که از سوی دانشگاه را بیشتر در خصوص کاهش اثرات سوء این پدیده روی سلامتی مردم هست که آقای دکتر من ببخشید با اجازهتون اجازه بدید ماسک بزنم چون اینجا خیلی خاک زیاد هست و واقعا نمیتونم اجرا بکنم الان، با اجازهتون ببخشید. بفهمید، خواهش بکنم. توی استادیوم خاک هست؟ بله بله آقا، اینقدر خاک در الان نفوذ میکنه علا رغم تمام تمهیداتی که همکارانم اندیشیدن باز هم این خاک داره توی استودیو وارد میشه. بله، امیر از دسفول روی خطین، بفرمی. علا درود بر شما. درود بر شما عزیز. ما مردم خوزستان، البته اینجا که نیست اهواز بیست، ولی فکر کنم مردم اهواز هم درد دلشون اینه، اگر حالا یه بحرانی، یه حادثه، یه فاجعه ریسمویتی اتفاق افتاد، باید سعیشونو بکنن در کمترین فرصت به داد مردم برسن. باز حالا اگر امکانات کم بود، یه سری لوازم نداری، لااقل حضور داشته باشن، لااقل یه پیامی بدن. آقای رئیس جمهور امروز برای تیر و کمانی که خبر جعلی بود پیام تبریک فرستاد برای تیم تیر و کمان، بعد خبرش هم جعلی بود که اصلا چنین مدال طلایی نگرفته بودن، ایشون بعدا به قول اشتباه در اومد خبرش. حالا برای این جریان اصلا بعد از چندین روز اومده، حالا میخواد بگه میگه بعدش هم اومده گفته که چی؟ گفته که نباید آب و برق قطع میشد، یعنی آب و برق منتظر دستور شما بود که قطع نشه، منتظر خدمت رسانی شما آقای رئیس جمهور. من فهم میکنم این دولت با همین قطار شرمساری که سوار شده فقط با عذرخواهی مگه خودشو برسونه تا آخر دورش، و الا همین دورش هم نباید به سر برسه، باید واقعا با استیضاح کل دولت اساسشو باید برکنیم. یعنی حتی یک عذرخواهی نمیکنم به خاطر این جریان که آقا کمکاری کردی، حالا حادثه ای بوده. اون آقای ممنونم امیر از اینکه اومدین روی خط. بازم عذرخواهی میکنم که فرصتمون کمه و خیلی ها نمیتونن بیان روی خط. حمید از خوزستان روی خطین، بفرمایید. حمید از خوزستان سلام بر شما. سلام، اولا کمال تشکر دارم از تمامی دوستانی که از استانهای دیگه میان و همدردی میکنن. فقط اینو میخواستم بگم که ما اینجا هوا خیلی خوبه، اصلا چی میگه هوا اینجا گرد و خاکه، اصلا ما هیچ مشکلی نداریم، اینجا همه چی خوب و عالیه و از تمامی مسئولینم تشکر میکنم و ما هیچ مشکلی نداریم، اینجا همه چی خوبه، از آسمون و زمین و هوا به ما میرسن و فقط همین. و تشکرم میکنم از برنامه خوب شما. ممنونم. رستم از شهر کرد روی خطین، بفرمی. من آقای سفیر با منی؟ بله بفرمی. من ارادت خاص دارم خدمت های سفری و همچنین سلام و درود به
مردم ایران به رهبر معظم که سفارش کرده که به داد هموطنهای خوزستانیمون برسن. من میخواستم یه موضوع را گوشزد بکنم که بدونن خود از این شبکه خود رهبر معظم بدونه که همین الان که دارن یه سد میزنن روی مسیر رودخونه کارون به نام سبزکو. الو گوشت با من آیستا؟ بله بله صداتون پخش میشه، بفرمی. ببین تو من الان از ناقان بختیاری زنگ میزنم. ببین همین الان تو سبزکو دارن تدارک میبینن یه سد دیگه بزنن تو مسیری که هنوز کارون 4 و کارون 3 پر نیست آبش. یه سد دیگه میخواستم بزنم. من نمیدونم این طبق چه کارشناسیه. اینا کسایی که مسئولین هستن. ممنونم که اومدین روی خط، امیدواریم که این صداها شنیده بشه از طرف مسئولان ایرانی. ممنونم. روزی تا چند ثانیه فرصت داری چند برای چند تا کامنت؟ فعال از کاربران میگه خیلی ها میگن بلای طبیعیه، ولی چطور 15 سال پیش اینطوری گرد و خاک نمیشد؟ جز اینکه این همه سد سر راه رودها ساخته شده و رودخانه های کوچک تغذیه نمیشن و خشک شدن و به دنبالش حورالعظیم خشک شده و جز اینکه پوشش گیاهی از بین رفته و جز اینکه مالچ پاشی نمیشه، در یک کلام جز اینکه مسئولین درست رسیدگی نمیکنن. ژیلا بنی یعقوب هم توییت کرده همه ما متهم هستیم، سال هاست که خوزستان رو نمیبینیم، این دولت و اون دولت هم نداره، سال هاست که همه ما خوزستان رو رها کردیم. مسئول اجازه بدیم من یک بار دیگه هم عذرخواهی کنم از همه کسایی که امروز فرصت نشد بیان روی خط، علی از ترکیه، آقای رحیمی از ترکیه، حامد و پارسا همینطور و کسان محمد از باکو. فقط فرصت کوتاهی داریم، آقای موسوی از شیراز 30 ثانیه تقریبا. آقای موسوی فکر میکنم که فرصت داشته باشین خیلی کوتاه نظرتون رو بگین. با سلام خدمت شما آقای سفیری و خانم رزیتا. من چند سال در جمهوری خوزستان بودم. آخه مسئولین چه کار بکنن؟ این ریزگردها از عراق سرچشمه میگیرد، چون در زمان صدام حسین کلیه زمین ها. آقای موسوی عذرخواهی میکنم فرصتمون به پایان رسید، بحث ریزگرد ها ادامه داره، بحث بسیار مهمیه، اما در کنار اون اخیراً در گوش و کنار ایران دیدین حتما مشاغل جدیدی دارن رشد میکنن از جمله غذا فروشی های سیار. آیا تا به حال با این غذا فروشی ها برخورد کردین؟ به نظر شما بهتاش رو رعایت میکنن؟ 2238275 شماره پیامگیر برنامه روی خطه، بیان روی خط و نظراتتون از همین الان با ما در میان بذارید. تا فردا شب، شب بر همه شما خوش، روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.